سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم گزینه خارجی جدید پرسپولیس برای خط حملهش رو بهتون معرفی کنیم و همچنین از خبر عجیب روزنامه ایران ورزشی درباره یحیی و حمایت پرسپولیس از سرمربی خود براتون بگیم. با ما همراه باشید. باشگاه پرسپولیس و یحیی گل محمدی مدت هاست که به دنبال جذب یک مهاجم با کیفیت خارجی هستند تا مشکل گلزنی سرخ‌ها رو حل کنه. اونها در این نقل و انتقالات شهاب زاهدی رو هم جذب کردند که طی این سه هفته عملکرد خوبی نداشته و موفق به گلزنی نشده است. حالا پس از جستجوی فراوان در بازار خارجی، سرخ‌ها به مارکوس پینک رسیدند. شنیده ها که از آن است که این مهاجم اتریشی در روزهای گذشته به کادر فنی سرخ‌ها معرفی شده و مدیران و کادر فنی در انتظار تایید خانبان آنالیزور تیم هستند. مارکوس پینک 32 ساله و 188 سانتیمتری فصل گذشته در بوندسلیگای اتریش با ثبت 16 گل از 22 بازی نفر سوم جدول گلزنان شده و آمار خوبی را ثبت کرده. پینک همکنون عضو تیم شانگهای پورت در سوپرلیگ چین است و در آستانه قهرمانی با این تیم قرار دارد. ارزش پینک در ترانسفر مارکت 600 هزار دلار است. در ادامه چند تا از گل‌های این بازیکن را خواهیم دید. و اما داستان بیانیه باشگاه پرسپولیس و حمایتش از یحیی چیست؟ روزنامه ایران ورزشی دیروز در خبری نوشت یحیی گل محمدی از زمین و زمان شاکی است و به طور مفصل یحیی گل محمدی انتقاد کرد و به او لقب امپراتور غر زدن داد. باشگاه پرسپولیس هم بعد از این اتفاقات طی یک بیانیه از سرمربی خود حمایت کرد و نوشت پرسپولیس و به طور مشخص مدیریت و سرمربی آن بار دیگر از همه جهات مورد هجمه قرار دارند. این تاوان زدن حرف حق و درو کردن عناوین قهرمانی است. در این بین این روزها شاهد حملات عجیب به سرمربی تیم هستیم. شاید به این امید که پرسپولیس و او را از هم قیچی کنند. تیم فوتبال پرسپولیس در خلق افتخار زیاده روی کرده و حالا مغز متفکر آن در بخش فنی را نشانه قرار گرفتند. در نهایت مرسی که با ما همراه بودید. اگه دوست داشتید این پست رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید.